الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. با نام تو آغاز میکنیم یا غفور و یا رحیم، یا علی و یا عظیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء. و با درود و سلام و روان مطهر و منور سید رسولان و خاتم پیامبران و خاندان پاک و طاهر ایشان، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری سلام عرض میکنم. امیدوارم که روزه و نمازهایتان در این ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند متعال باشه. در شام وفات جانسوز حامی و یاور و مدافع رسول اسلام و دین مبین اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها قرار داریم. این مناسبت ایسوگ خدمت همه پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت میگم. آرزو میکنم که خداوند به حق این بانوی بزرگ که به گردن اسلام و مسلمین حق بزرگ داره، ما را از پیروان راستین دینی مبین اسلام قرار بده. طبق روال شنبه ها که از هفته گذشته شروع شد، در خدمت کارشناس محترم مهمان گرامی، نویسنده و قرآن پژوه معزز جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد هاشمی اروزگانی هستیم. سلام علیکم جناب استاد، به برنامه خودتان خوش آمدین. قبول باشه روزداری های و عبادات شما. سلام علیکم و رحمت الله. تقبل الله منکم و منا. الهی آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. السلام و درود بر شما بینندگان عزیز، مؤمنان روزداری که اینک همراه ما در این برنامه هستید. لحظات شما نورانی به نورانیت قرآن و رمضان باشد. پیش از همه تسلیت عرض میکنم محضر شما سالگشت رحلت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها را. امیدوارم که مسیر او برای بانوان ما و بلکه برای همه ما اسوه حسنه باشد در جهت پیمودن بهتر و مطلوبتر زندگی انشاءالله. خب جناب استاد، از هفته گذشته که دوباره توفیق شد ما شما را در استودیوی تلویزیون هادی ببینیم و در خدمت شما باشیم، به مناسبت و میمنت بهار قرآن که ماه مبارک رمضان باشه، بحث را آغاز فرمودید با عنوان پیوندهای رمضان و قرآن. بله. آنچه که در جلسه گذشته شما فرمودید که برجسته تر از دیگر نکات بود، این بود که فرمودید به استناد آیه مبارکه 185 بقره شهف که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شما در تبیین و تفسیر این آیه مبارکه فرمودید که خدا در واقع در یک کلام ماه رمضان را با قرآن معرفی کرده. یعنی ماه رمضان ماهیه که قرآن در اون نازل شده. خب اونجا خب در تفسیر و تبیین این آیه مبارکه نکات رو فرمودید. باز هم مشتاق هستیم که در تکمیل اون بحث گذشته اگر در این باره مطالبی هست ما میشنویم، و همینطور
خب در جلسه گذشته اگر بینندگان محترم هم دنبال کرده باشن متوجه شدن که بیشتر بر پیوند زمانی از نظر زمانی بین ماه رمضان و قرآن مطالب را فرمودید که در واقع ماه مبارک رمضان ظرف نزول قرآن هست افزون بر پیوند زمانی دیگر چی پیوندهایی را میتوانیم برای قرآن و بین قرآن و رمضان ما بر شماریم؟ بله با سلام مجدد محضر شما و بینندگان عزیز. علیکم السلام. یک بار اجازه بدهد بینندگان عزیز که من آیه شریفه را از خود قرآن کریم بله منور میکنم جلسه ما را فضایی را که این آیه شریفه در آن قرار گرفته است با هم مرور بکنیم. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان ماه رمضان الذي انزل فيه القرآن اون چنون ماهی است که در او قرآن نازل شده است. بله و سپس اشاره می کند به آثار نزول قرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآنی که هدایت می کند مردمان را و برای هدایت انسانها نازل شده است. بحث بسیار جالبی می تواند در اینجا وجود داشته باشد. من صرفاً سرفصل رو باز می کنم ولی زمان اجازه نمی دهد که بدون بپردازم. بله. و اون این است که می فرماید قرآن هدایت برای همه انسان هاست. هیچ انسانی ورای هدایت قرآن قرار نمی گیرند. هیچ انسانی. اما درجات بهره‌وری از این هدایت متفاوت است. همون گونه که ما نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام داریم که میفرم پیامبر خدا داریم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و نسبت به خداوند میفرماید که الحمدلله رب العالمین و رحمتی وسعت کل شی. اگر رحمت خداوند همه شی را همه پدیدارها را فرا گرفته باشد قرآن جلوه بارز رحمت خداوند است. پس باید از هدایت قرآن همه مربوبین و همه مخلوقات و همه پدیدارها برخوردار باشند. ولذا این جمله‌ای که هدل للناس هست جمله بسیار به جایی است. ما نباید هدل للناس را تعبیر بکنیم به هدل للمؤمنین. قرآن میتوانست خداوند دوچار مشکل زبان نبود که هدل للمؤمنین بفرماید یا هدل للمتقین بفرماید. هدل للناس همگی همه موجودات از هدایت قرآن به نوعی برخوردارن. حال این توضیح مفصل اون چیست؟ من فقط اجمال عرض کردم. بله. اجمالاً که نسبت به خداوند، نسبت به پیامبر، نسبت به خود قرآن و نسبت به رحمت الهی قرآن رحمت است و رحمت هم وسیع کل شیء هست و خداوند پیامبرش را هم رحمتی برای همه عالمیان میداند و خود او هم رحمتش برای همه چیز میرسد. پس بدین ترتیب ما اجمالاً باید بپذیریم که قرآن در پسا نزول خویش در این عالم برکاتی را دارد برای همه انسانها. چه اون برکات را ما برکات تکوینی بدانیم، چی برکات تشریعی بدانیم، چی برکات ایمانی بدانیم و گونه چی برکات عرفانی بدانیم، چی برکات علمی بدانیم. به هر صورت اینجا قرآن کریم خود را چنین میفرم توصیف میکند که هدن للناس. درست. شاید از بحث دور شیم ولی خب باز هم تناسبی با موضوع ما داره. بله. آنچه که شما فرمودید ممکنه این سوال به ذهن بعضی از بینندگان ایجاد شد که وقتی که سوره بقره را شروع میکنیم میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بله. از این طرف هم در اونجا میگه هدن للمتقین، در این آیه میگه هدن للناس، و از اون طرف هم شما فرمودید که نزول قرآن برکاتی داره که این برکات ممکنه برکات تکوینی هم باشه و تشریعی هم باشه و دیگر. این میشه چه قسمی جمع کرد جناب استاد؟ بله خب این یک دریچه بزرگی است به سوی یک سلسله مباحثی. بله من فقط صرفا این نکته رو عرض میکنم که ما در حدیث قدسی داریم، این رو به عنوان باز معبری برای ورود یک بحثی کلان و بزرگ اشاره میکنم. بله. که فرمود لولاک لما خلقت الافلاک. افلاک. و اصولا اگر شریعت و پیامبران و هدایت الهی نمی بود برای بشر، خلقت بشر و
بلکه خلقت افلاک و همه کیهان و همه هستی لغو بود، بیفایده بود. این نزول قرآن است و این رسالت است و این ادیان الهی است و این هدایت بشر است که سبب شده است که انسان خلقت شود تا از این معبر به کمال برسد. درست. این از یک جهت. از جهت دیگری ما در قرآن کریم داریم که خداوند انسانها را عذاب نمی کند و انت فیهم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. بله. ما این انسانها را و امت تو را هرچند گناهان بزرگی انجام بدهن که مستحق عذاب استیصالن و عذاب نابودی، ولی ما این کار را انجام نمی دهیم. دامنگیر امتهای گذشته شد. ولی دامن امت تو را نمی گیرد به خاطر بودن تو اون کوه استواری که عالم هستی را ثبات بخشیده ای و استواری بخشیده ای. همه در امانن از پرتو تو و به برکت وجود تو. اون چنان که درباره مکه می فرماید لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و هذا البلد الامین. امنیت کعبه در پرتو توست، عظمت کعبه در پرتو توست، عظمت همه عالم در پرتو توست. گرچه که در همونجا مشرکان هم بودن که از فیض وجودی پیامبر بهره مند می شدن، فیض تکوینی. بله. بنابراین برگردیم به اون آیه شریفه. بله. برخی از موجودات و انسان‌ها تنها بهره‌ور از فیض تکوینی وجود قرآن و وجود رسالت هستند و برخی ها هم بهره‌مند از بهره‌های تکوینی و فیوضات تشریعی با هم. و اون دسته هم که از فیوضات و برکات و رحمات تشریعی برخوردارن باز یکسان و یک دست نیستن. به همین دلیل است که قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. درجات من در یک جلسه در همین در یک بحثی در امتداد همین برنامه ها عرض کرده بودم که ما هیچ دو انسانی را در خلقت انسان ها از اول تا آخر پیدا نمی کنیم که دارای یک درجه از ایمان باشن، یعنی ایمان دو نفر با هم برابر باشن درجه ایمانشون، یا ایمان سه نفر با هم درجه تقوایشون همه همین گونه است. ولذا من در همونجا عرض کردم که خداوند به خاطر نشون دادن یک واقعیت گسترده در عالم هستی این اثر انگشت رو به عنوان نمونه به انسان نشان داده است که من خداوندی که می توانم در این فضای بسیار کوچک اون چنون نقوش و خطوطی متعدد و کثیره و گسترده ای را رقم بزنم که در میان میلیاردها انسان دو انگشت یک انسان آثارش و خطوط در این صفحه بسیار کوچک. نه. که شاید هیچ کامپیوتری تو هنوز به این قدرت و پیمانه نباشد که میلیاردها نقوش را در یک صفحه این گونه متفاوتی با هم دیگر رقم بزنند. اصلا نشانه تشخیص هویت شده همین انگشت از بس که متفاوت است و همسان نیست. نه. و اگر چنین صفحه کوچیکی نشان این همه تفاوت باشد و این همه پدیدار به وجود تفاوت پدیداری رو به وجود بیاورد. بله. ایمان که خود یک مقوله وسیع است و حتی امر معنوی است که از ارتصا و ظرفیت بیشتر برخوردار است. بنابراین در اونجایی که میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هرگز بدین معنا نیست که هدایت برای دیگران نیست. و البته که بازم عرض میکنم هدایت تکوینی هم است و هدایت تشریعی هم است. و درست. بنابراین ما در این قسمت از آیه شریفه‌ای که میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، به این نکته میتوانیم توجه داشته باشیم که نزول قرآن در رمضان یا رمضان تنها برای انسانهای مؤمن نیست، تنها برای انسانهای روزدار نیست. بله. همون گونه که ما در روایات شب قدر یا آیات شب قدر میفرماید سلام هی حتی مطلع الفجر، تنها برای مؤمنان نیست، بلکه لیله مبارکه که میفرماید انا انزلناه فی لیله مبارکه، اون برکت برای
تنها برای انسانهای مؤمن نیست. یا در روایات اگر اجازه بدهید که ادامه بحث بعد از یک درنگ کوتاه بله. باز برگردم خدمت شما و روایت رو شما بله گوشه ذهنتون باشه و تقدیم کنید به بینندگان عزیز و گرامی. ما دعوت میکنم به تماشای این برنامه. خدایا لبهای تشنه‌ام را، دهان فرو بسته بروی لقمه‌ام را، چشم و گوش از وسوسه گریخته‌ام را دریاب. مرا از شراب مهر خود جرعه‌ای بنوشان، مرا از مائده غفران خیش روزی ببخش و چشم و گوشم را به تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های وصل خود خرسند کن. فانوس مهربانیت را میبینم که بر آستان عرش آویزانش کردی. ماه رمضان را فرا می خواند و این فانوس از آن بیدار دلان سحرخیز و روزداران پاک طینت است. خداوندا، فرموده بودی که بر بندگان رؤوف و مهربانی و بر گناهکاران عطوف و بخشنده، ولی من هیچگاه این حقیقت را به خوبی اکنون در نیافته بودم. آری، من در مرداب قفلت و لجنزار دوری از تو قوتور بودم که ناگهان ندای ملکوتی یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم مرا به خود آورد و به کوثر زلال رمضان رهنمون شدم. مهدی جان، کاش در این رمضان لایق دیدار شوم، سحری با نظر لطف تو بیدار شوم. کاش منت بگذاری به سرم تا که هم سفره تو لحظه افطار شوم. مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی ما با شما روزداران و عابدان گرامی هست. امیدواریم که روزه و نمازهای شما قبول باشه و الان در این ساعت که شما بیننده برنامه ما هستید حتما افطار کردین و دسترخوان افطارتون ممکنه جمع شده باشه. به هر صورت لحظه افطار برای مؤمن و برای مؤمنی روزدار لحظه بسیار بسیار خاص و ناب و استثنایی هست و یکی از لحظاتی است که استجابت در دعا در آن لحظه وعده داده شده و شما هم در او لحظه و در او فرصت موقعی که میخواین روزه هایتون افطار کنید ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. انشاءالله که روزه و نمازهایتان قبول باشه. اجازه بدید برگردیم خدمت کارشناس گرامی جناب استاد هاشمی اورزگانی و ادامه بحث. بله جناب استاد، شما میخواستین در توضیح آیه مبارکه و این مضمون که هدایت قرآن مخصوص مؤمنین نیست و حتی فرصت رمضان و برکاتی در این ماه هست مختص مؤمنان و روزداران نیست، بلکه یک سری برکاتی هست که شامل همه هستی میشه، میخواستین روایت رو برای ما نقل بفرمایید. بله بله،
یک نکته رو در ادامه فرمایش حضرت عالی اشاره کنم. به ذهنم آمد این بشارتی که فرمودید در هنگام افطار یک خوشی و فرحی برای انسان دست میدهد که فرمود وللصائم فرحتان، فرحتان عند الافطار و فرحتان عند الموت. کلام مبارکی است از رسول گرامی. بله، دو تا خوشحالی، یک لحظه افطار که روز را با امساک و روزداری به پایان رسنده، و فرحتی دیگری هم که مهمتر از آن است، اون هنگام است که مرگ فرا می رسد و یا بس، و انسان در اون لحظه می بیند که چه سرمایه ای را برای خود ذخیره کرده بوده با روزداری در این ماه مبارک رمضان. بله. بله. و اما آیه شریفه‌ای که عرض می کردیم، گفتیم برکات رمضان و گره خوردن رمضان و ماه رمضان تنها با انسان‌های مؤمن نیست، بلکه اونجایی که می‌فرماید ان انزلناه فی لیلة مبارکه فیها یفرق من کل امر حکیم، در سوره دخان هست، در سوره مبارکه دخان، و یا در سوره مبارکه قدر داریم که ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. در تفسیر این آیه و همین گونه آیه اول سوره مبارکه دخان آمده است در روایات که و همین گونه در ادعیه که در ماه مبارک رمضان و مخصوصا شب قدر عمرهای انسانها تعیین می شود، ارزاق اونها تعیین می شود، برکاتی که به اونها می رسد و مریضی ها و همه اموری که نسبت به همه انسانها مقدر می شود، نسبت به همه انسانها مقدر می شود، تنها مسلمان نیست بلکه کل امور عالم رقم می خورد در ماه مبارک رمضان. خب با این نوع نگاه ما راحت تر و یا به صورت شفاف تر می توانیم نسبت به رمضان و اهمیت رمضان و اینکه چرا قرآن کریم که به عنوان هدایت برای همه انسان ها شمرده شده است در این ماه نازل شده است. درست. خب در همین امتداد یک نکته دیگری را هم که لازم است بدون توجه داشته باشیم این است که ما سه عنصر داریم در بحث رمضان. یکی ماه مبارک رمضان است به عنوان شهر رمضان. بله. یک بحث دیگر بحث روزداری در ماه مبارک رمضان است. درست. و سوم عنصر نزول قرآن در ماه مبارک رمضان. پس ما یکی زمانی خاصی داریم که به نام ماه رمضان است، شهر رمضان. یکی یک امساک و یک عبادت و یک عملی مخصوصی داریم به نام روزداری که در این ماه مبارک رمضان خدا واجب کرده است که ما در همین سیام. ماه مبارک رمضان برای که می شود ماه سیام و خداوند از این واقعیتی روزداری در همین سوره مبارکه یعنی آیه 182 بله. 184 را ما تا هنوز صحبت می کردیم پیرامونیمون که ماه نزول قرآن است. درست. دو آیه قبل خداوند از این عملی روزداری در ماه مبارک رمضان یاد کرده است. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بر شما روزه واجب شد. اینجا خطاب اینجا مؤمنین هست، خطاب به مؤمنین هست بره. که شما باید این عمل رو انجام بدهید. بعد در آیه 184 می‌فرماید همین ماه ماهی است که ما قرآن رو در اون نازل کردیم. ماه رمضان ماهی است که ما قرآن رو نازل کردیم. در آیه اول نفرمود چی ماهی را روزه بگیرید، فرمود کتب علیکم الصیام، بر شما باید روزه واجب شد روزه بگیرید، اما چی زمانی زمان رو تعیین نکرد. بله. بعد در این آیه، آیه ای که نزول قرآن را بیان میکند، در همین آیه زمان اون روزه ای را که در آیه 182 یعنی دو آیه قبل بیان کرده بود، زمان اون را همین زمان نزول قرآن معرفی میکند. اول میگوید ما قرآن را نازل کردیم، شما در همین ماهی قرآن را نازل کردیم روزه بگیرید. لذا در ادامه آیه اینطوری هست. میکنه هم دیگر. بله، در ادامه آیه این گونه آمده است که وقتی میفرماید هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر، الف لام الشهر اشاره به همین شهر رمضان است. بله. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، این ماه را، همین ماهی را که ما اشاره کردیم، کدام ماه؟ ماهی که نزول قرآن در اون هست. یعنی گویا که ما اگر بخوایم به صورتی یک جمله کوتاه از اولی آیه تا اینجا را ترجمه بکنیم، اینطوری می شود که ماه رمضان ماهی است که ما قرآن را در او نازل کردیم که دارای اون خصوصیات است. همین ماه را شما روزه بگیرید، همین ماه قرآن در اون نازل شده. بله،
همین ماهی که قرآن در اون نازل شده است رو روزه بگیرید. با این نوع نگاه یک تصوری جدیدی برای ما به وجود میاد. چه تصوری؟ ما معمولا اینطور فکر میکنیم که چون ما اول تصور میکنیم که رمضان ماه روزه است و در این ماه روزه قرآن نازل شده است. یعنی قرآن رو در درجه بعدی قرار میدهیم در شاکله ذهنی و تصور ذهنی ما این گونه است. و حالا اینکه نگاه قرآن کریم به گونه دیگری است و برای ما میخواهد این مطلب رو گوشزد بکند که ماه رمضان که ما در او قرآن را نازل کردیم شما اون را روزه بگیرید. شما اون را روزه بگیرید گویا که روزه گرفتن در مقام مرتبت و چینش را که قرآن کریم دارد در مرتبه دوم هست. میشه گفت که به احترام اینکه قرآن در این ماه نازل شده ما مکلف شدیم که این ماه رو روزه بگیریم. به این در واقع پاس بداریم و بله. سپاسگزاری بکنیم. یعنی به یمن به نوع دیگر به یمن نزول قرآن و به برکت نزول قرآن و به پاس و شکرانه نزول قرآن کریم ما این ماهی را که در اون قرآن نازل شده است باید روزه بگیریم. یعنی این عمل عبادی را و این شکر را و این سپاس را و این عبادت را به دلیل اون که قرآن در این ماه نازل شده است. پس اولا ماه مبارک رمضان تیمن و تبرک اصلی اون به خاطر نزول قرآن است و پس از آن چون ماه رمضان ماه نزول قرآن است ما در این ماه روزه بگیریم و روزه های ما و اعمال ما به خاطر نزول قرآن در این ماه چند برابر برای ما سوددهی دارد به دلیلی که ماه نزول قرآن است. پس اون خمیرمایه‌ای عظمت و منزلت و شرافت ماه رمضان به خاطر نزول قرآن است. اون رحمت گسترده و رحمت ویژه خداوند که برای انسانها عنایت شد و لطف ویژه‌ای که از سوی حضرت باری تعالی صورت گرفت یعنی نزول قرآن به خاطر آن ما باید روزه بگیریم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام در همین شهری که ماه نزول قرآن کریم است. دوست. و این ماه در حقیقت ماهی است که اگر کسی در اون ماه قرار بگیرد و اون رو روزه بگیرد مگر اونهایی که نمیتواند برکاتی که میتواند هدن للناس باشد چون هدایت معانی مختلفی دارد. یکی از اون معانی عبارت است از این که انسان راهی را یا مسیر را به کسی نشون بدهد یا نفع و ضرر را برای انسان ها نشون بدهد. هدایت یعنی هر اون چرا که به نفع و سود انسان است و انسان او را نمی داند یک کسی اون را به انسان بنمایاند و نشان بدهد. خب اگر چنین است در حقیقت قرآن کریم راهی را فراروی همه انسان ها قرار داده است و نفع و ضرر و خیر و شر او را چه نسبت به دنیا چه نسبت به آخرت بیان کرده است و این سفره گسترده را در فراروی انسان ها پهن کرده است و میگوید شما میتوانید از این سفره استفاده بکنید. حتی اونهایی هم که از عرض کردم که از این لقمه اختیارن بر ندارن باز هم لااقل به تعبیری من بوی کباب ببینی و اونها میرسد و این عظمت و این برکت به نوعی نصیب حال اونها میشود. بله. خب در اینجا از دو سه نکته دیگر هم لازم است که یادآوری صورت بگیرد و اون این است که از این آیه شریفه ما می توانیم نقش زمان را در تقرب به خدا و در این که عملی در چه زمانی باید انجام بشود می توانیم دریابیم. و دلیل و فلسفه این که چرا در اسلام برای عبادت خاصی مثل نماز خوندن اوقات خاصی در نظر گرفته شده است. یک کسی میتواند بگوید که خب من که خدا را عبادت میکنم نماز میخوانم هر لحظه ای از شب و روز رو که نماز خوندم خب این عمل باید برای من میسر باشد که من نماز بخوانم. از من باید قبول کنم. از من باید بپذیره چون زمان همه مال خداوند است.
همه چونان که مکان همه از آن خداوند است. پس چرا خداوند یک زمان و فرصت خاصی را که در صدر اسلام با اذان اونها را اعلام میکرد که اذان یعنی آی این مسلمانان رسیده است الان وقت اون عبادت خاص، درست از این آیه شریفه میتوانیم بفهمیم فمن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و من شهد منکم و شهر فلیصمه، همین شهر شما نمیتوانید ماه دیگری را برای این عبادت قرار بدهید مگر اینکه مجبور باشید، چنان که در نماز همه این گونه است، اگر عارضه خاصی پیش بیاد شما میتوانید نماز را در زمان دیگر بخوانید. ما در اینجا باید به این نکته توجه بکنیم، گرچه فرار از روزه گرفتن در ماه رمضان جایز است، ولی باید این رو توجه داشته باشیم که روزه گرفتن در رمضان کجا و قضای روزه رمضان را گرفتن کجا، این که نماز صبح را انسان در اول فجر بخواند کجا و قضای اون را بخواند کجا، آن فجر کجا، بله، و که در زمان دیگری بخواند، بله. و همین گونه این که انسان در اول وقت باید نمازها را بخواند، این زمان خاص از باب این که تسهیل شده باشد، درست. خداوند مدارا کرده باشد با بندگان خود، چون خداوند به تعبیر من تمام تلاشش آن است که به نوع این بندگان خود را از دایره رحمت خارج نکند، به یک نوع برساند اینها رو و بکشاند. لا یورید بکم العسر هست بکنم، بله، یورید بکم العسر و لا یورید بکم العسر، بله. دین سهل و سمحه و یا این که خداوند دوست دارد که بندگانش به هر نوع داخل این دریای رحمت او قرار بگیرد، تمام تلاش های او بر این است. وگر نه اگر زمانی خاصی را برای عبادت قرار داده است، انسان مؤمن و انسان متعبد و انسان منفعت طلب، من منفعت طلب را اضافه می کنم که شامل همه ناس شود، انسانی که در پی منفعت است، اون فرصت ویژه‌ای را که خود قرآن کریم می فرماید ربیع قرآن شهر رمضان لکل شیء ربیع اون و ربیع القرآن شهر رمضان، در فصل بهار باید کشت کند. ما می توانیم این کشت رو به پاییز بندازیم، ولی کشت پاییز چقدر محصول می دهد؟ اگرم بیروید معجزه شده است تعبیر من. بله جناب استاد، من عذرخواه هستم که گپای شما رو قطع کردم، بازم وقت یک وقفه و درنگی هست و برمیگردم خدمت شما، بله. و بینندگان عزیز و گرامی. اللهم صل على محمد المصطفى خدیجه کوه محبت، خدیجه عاشق بود، برای بودن با تو خدیجه لایق بود، نخست مؤمنه‌ای که نبی خطابت کرد، زنی که با تو به هر شیوهی موافق بود. یا رسول الله، تو خود طبیب جهان بودی و برای تو خدیجه مادر زهرا طبیب حاذق بود. خب جناب استاد عزیز و گرامی، که در این شام وفات خدیجه کبرا ما و شما مهمان بینندگان عزیز و مؤمنان روزدار هستیم، بحث ما بحث قرآنی هست و در لابلای بحث که امشب صورت گرفت، نکته بسیار مهمی برای حداقل بنده واضح تر شد و اون این که
ویژگی نزول قرآن در ماه رمضان ویژگی اصلی و عنصر اصلی ماه رمضان است. و آخر نکته ای که شما فرمودید به عنصر زمان اشاره کردید که فرصتها و یک سری زمانهایی است که اینا را آدم نباید از دست بده، و یکی از اون فرصتهای فرصت رمضان هست. آیا او کسی که در این ماه نه به اصرار که به اختیار روزه روزداری ماه هست دست میتوه و به یک فرصتی دیگه موکول میکنه و یک عذر شرعی برای خودش میتراشه، این چی چیزی به دست میاره و چی چیزی از دست میده؟ بله، بسیار امر مهمی است، به دلیل آن که ما گاهی در پی یک راه مفری میگردیم برای اینکه رمضان را از دست بدهیم و یک فرصتی دیگری را دوست. حتی مؤمن هم اگر باشیم، متعبد هم باشیم، میگه من یک زمانی دیگری روزه میگیرم. مخصوصا این سال که این ماه مبارک رمضان مصادف شده با بهار طبیعت و تعطیلات عید نوروز، مخصوصا در بعضی از کشورها تعطیلات ادامه دار هم هست، بعضی ها به هر صورت میرن مسافرت و از نظر شرعی هیچ مشکلی نداره، یعنی کار حرام ممکنه نکرده باشه، ولی بله. خب بیشتر شاید مخاطب اینا باشه که اینا میتونن جبران کنن این را در یک زمان دیگه. ممکنه حالا قضا از نظر فقهی جبران کنه، ولی از نظر واقعی و معنویتی که در ماه مبارک هست میتونن جبران کنن؟ هرگز جبران پذیر نیست. بله، این فرمایش اخیر شما سبب شد که من یک مثال عرض کنم، بعد برم سراغ آیات قرآن کریم. بله بفرمایید. انسان یک پای سالم دارد. بله، می توانید این پای سالم را از دست بدهد و به جای آن پای مصنوعی و چوبی برای خود بسازد؟ بله. به هر دلیلی، آیا اون پای مصنوعی می تواند اون کار کرده پای اصلی رو داشته باشد؟ ممکنه حداقل کار کرده. شما اگر بتوانید پای چوبی و پای مصنوعی رو چوبی کردم که پای مصنوعی منظورم است، پای مصنوعی رو اگر دارای همون آثار و کارکردها و دارای همون ارزشی که برای خود شما دارد اگر قرار دادید، میتوانیم ما قضای ماه رمضان رو هم مثل ماه رمضان و روزه رمضان قرار بدهیم و میتوانیم نماز غیر اول وقت را، حتی قضا نه، نماز غیر اول وقت را به اندازه نماز اول وقت اگر بتوانیم قرار بدهیم، مثل همان است که شما پای مصنوعی را به اندازه پای اصلی و یا چشم مصنوعی را به اندازه پای طبیعی و اصلی بتوانید قدر بگذارید. از این مثال که بگذاریم، در خود آیات قرآن کریم وقتی شما در سوره مبارکه بنی اسرائیل دارید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، سه وقت رو برای نماز تعیین میکنه. رضا ما به بعضی دوستان عرض میکردیم که خدا ما در قرآن کریم سه وقت رو برای نماز در نظر گرفته است. اول وقت زوال که نماز مغرب و نماز ظهر و عصر است، دلوک شمس یعنی تمایل و زوال شمس نسبت به هر انسانی زوال شمس خاصی دارد، و غسق اللیل که شب رو به تاریکی میرود، و قرآن الفجر و سپید دمان صبح. اگر این زمان را، سه زمان را که سه تغییر هم هست، سه تغییر در عالم طبیعت طبیعی وجود دارد، بله. این اوقات خاص را وقتی برای عبادت خداوند مشخص می کند، من انسان متعبد باید همان زمانی را که خداوند تعیین کرده است اون را انجام بدهم که اصل و خمیر مایه عبادت را به دست بیاورم با همه اون برکات و فیوزاتی که دارد. ولذا فرمود که این قرآن الفجر کان مشهودا، می توانم جاگزین داشته باشم، ولی اون جاگزین کجا و این اصل عمل در کجا؟ درست. و همین گونه می توانیم به روایات دیگری، به روایاتی در این زمینه متوسل شویم که اون روایات برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت است. بله. مثلا در خطبه شعبانیه‌ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خطبه خوندن و مسلمانان را به برخی از ویژگی‌های ماه رمضان و روزه‌گیری در این ماه متنبه فرمودن و هشدار دادن. فرمود هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، این ماه ماه ضیافت خداست. شما ماه شوال رو بخواید روزه بگیرید، روزه قضا، آیا بازم ماه ضیافت خداست؟ هرگز اینطوری نیست. خود این در این ماه شما به ضیافت دعوت شده اید. کلمه شهر اینجا مهم است، نگفته از شما به خاطر روزه گرفتن دعوت شده اید.
هو شهر، یعنی عنصر زمان، عنصر زمان. هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه، نگفته است و جعلتم الصا و جعلتم ایها الصائمون من اهل کرامت الله و جعلتم فیه، در این ما، در این ما من اهل کرامت الله. اهل کرامت یعنی خدا شما را در این ماه کریم میداند و به شما کرامت و ارزش ویژه قائل می شود. شما مهمانانی که بیایید، شما اولا مهمان کریمی واقع می شوید و ثانیا از این کرم الهی شما بهره ای می برید، شما اهل کرامت می شوید. چون همجنس با همجنس پرواز در اینجا ممکن است که خیلی بله. نزدیک نباشد، ولی می خواهم این تو عرض کنم که کریمی که انسانها را به دعوت می کند و به مهمانی فرا می خواند، کریمان می شوند مهمان او. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس فراز. کریم مهمان کریم می شود، لئیم لیاقت و شأن اون ندارد که مهمان کریم شود، برخوردار نمی شود از این فیض و از این برکت. و بعد در ادامه دارد که انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در این ماه تسبیح هست. آیا این انفاسکم فی تسبیح را ما اگر قضای روزه را بگیریم بازم برای ما همین خصوصیت وجود دارد؟ روایت این را بیان نمی کند. درست. که شما اگر روزه داشتید و قضای اون را هم انجام دادید این گونه است. کمتر دو دقیقه فرصت باقی نمانده و اگر شما با توجه به این وقت بفرمایید مطالب رو. بله. و نومکم فیه عباده، الله اکبر، خواب شما در این ماه عبادت است. این یکی از نمودهای اون کرامت است که خداوند میگه اینها رو بزرگ میدارد. میگه این خوابم که هست برایش حقوق بنویسید، برایش ساعتی کاری رد کنید این روزدار را. و در نتیجه میخواهم از این آیه شریفه تا اینجا برخی نکات را من به صورت تتروار و فهرست درس کردم، وگرنه نکات دیگری هم در این آیه شریفه وجود دارد. و اون این است که خوشا به حال آنان که در رمضانن و خوشا به حال آنان که دلهایشون بهاری است و قرآنی، زیرا فرمود برای هر چیز ربیع است و ربیع قرآن رمضان است. و بعد امام علی علیه السلام در تکمیله این حدیث نبوی فرمود که قرآن بهار دلهاست. ما بهار در بهار، بهار در بهار است این ما، و گوارای وجود آنان که آبشار رمضان و قرآن در دلهای آنان جاری است و چشم ساران از جان آنها، چشم ساران قرآن. و رحمت ها و فیوزات ویژه خداوند پروردگارا ما را چنین قرار بده و ما را از رمضان دست خالی خارج مفرما و ما را از ربیع قرآن و ربیع دلها و از این بهار در بهار و در بهار تو در تو ما را بهرمند بفرما. الهی آمین. با این جملات بسیار زیبا و عارفانه‌ای که استاد در پایان دعا کردن در حق ما و شما بینندگان، من حیف میاد که دیگه گپی اضافه بگم. همراه با استاد گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین هاشمی اورزگانی، ضمن قبولی طاعات و عبادات و روزداره های شما و آرزوی توفیق برای ادامه بندگی و روزداری در باقی مانده ماه مبارک رمضان، شب آرام و خوب و سرشار از معنویت و سحر سرشار از سرخوشی برای شما آرزو میکنم. التماس دعا.